سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم. در خانم آلبالکلون فن بله. اصلیش فکر می‌کنم یکیش در قوام آوردن اون آلبالوها باشه. بله امروز اصلا آوردم که هم مربای آلبالوش چون فصلش هستش و هم شربتش و هم انشالله اگه وقت بشه ترشیش آموزش بدم. همین که تجسمی که از آلبالو پلو هست خیلی شیرین و غلیظش میکنن و همین میخورده تا اسم آلبالو پلو میاد خیلی دوست ندارن که اصلا امتحانش بکنن، ولی خیلی میتونه کم شیرین باشه و خیلی هم خوشمزه و دلچسب. احتیاج داریم به برنج 3 تا 4 پیمانه که من اینجا 3 پیمانه برنج انتخاب کردم. بعد مربای آلبالو که حالا توضیح میدم چطور اینو درست میکنیم، حدود 1 پیمانه گوشت چرخ کرده داریم 300 گرم، پیاز رنده شده 1 عدد که من اینو حالا توضیح میدم که به چه شکل اینجور درستش کردم، پیاز رنده شده 1 عدد، نمک 1 قاشق چای خوری، فلفل سیاه 1 قاشق چای خوری، زردچوبه 1 قاشق غذاخوری سرخالی و زعفرون دم کرده، چون ادویه این آلبالوفول فقط زعفرونه، زعفرون دم کرده بوده 2 تا 3 قاشق غذاخوری هستش. ابتدا درباره برنج توضیح بدم. من برنج رو قبلا خیسش کردم، همیشه گفتم اگه فرصت داریم که برنج رو خیلی طولانی مدت از شب قبل بخوایم اینو خیسش بکنیم، نمک حتما داخلش می‌ریزیم، چقدر نمک بریزیم هم می‌زنیم می‌چشیم، اندازه‌ای که یکم از حدی که می‌خوایم شورتر باشه که مجبور نشیم موقعی که آب کش می‌کنیم مرتب انقدر آب سر روش بریزیم که برنجمون له بشه از هم باز بشه. خب این از برنج. برنج رو پس خیس کردم گذاشتم کنار و آب کشش کردم، یه آب کش ساده که به این شکل هستش. من 2 مدل الان روی میز آوردم، یه مدل که خودم خیلی اونو می‌پسندم و خیلی خوشمزه‌تر میشه اینه که برنج رو با زعفرون مخلوط می‌کنم، کاملا زعفرونیش می‌کنم، بعد دمش میکنم که عطر زعفرون کاملا حدود 1 روب دمش میکنم، بعدا موقع کشیدن آلبالو و اون گوشتی که داریم رو بهش اضافه میکنم. این خیلی خوش طعم‌تر میشه. حالا مشکلی که اکثرا دارن توی این تفت دادن این کوفته ریزاز که چطور وا نره چی کار بکنیم، حالا خیلی آرد میریزن کارهای دیگه میکنم، ولی من حالا آردینا اضافه نمیکنم. معمولا کاری که میکنم گوشت رو بدون اینکه هیچ چیزی دیگه اضافه بهش اضافه بکنم، پیاز رنده شده رو بهش اضافه میکنم، فلفل سیاه، نمک اندازه میکنم و زردچوبه. اینو در حد ورز دادم ورز میدم. توی تابه‌ای که میخوام اینو درستش بکنم یکم حدود 2-3 قاشق روغن میریزم. اون روغنی که میخوای روی برنجتون بریزید و اینجا بریزید، ما این اندازه که هستش توی این اضافه میکنیم. اینم یادتون باشه که گوشت گوسفند همیشه وقتی که درست میشه کوچیکتر از حدش میشه، چون بافت گوشت گوسفند هر چقدر از قسمت‌های بدون چربیش استفاده کرده باشی آب میشه، گوشت گوساله همون سایز میمونه. پس به اندازه‌ای که میخواید کوفته‌هاتون رو درست کنید به جنس گوشتتون هم باید دقت بکنید. بدون اینکه حتی اینو من روی حرارت بذارم کوفته ها رو میریزم، ببینید حتی روی هم آوردم، وقتی که میخوام اینو درستش بکنم میذارم روی حرارت. وقتی که روی حرارت گذاشتم حرارتم چطور باید باشه؟ حرارت تند، دست بهش نمیزنم، قاشق داخلش نمیزنم، گاه گداری اینو به وسیله خود دسته تابه اینو حرکت میدم تا که تا موقعی که این گوشت خودش رو بگیره و کاملا اینجا جا باز کنه همه داخل سطح این قرار بگیرن. از اون به بعد حرارت رو دیگه کم میکنم و با قاشق مرتب همش میزنم تا کاملا این گوشت من هم بپزه هم سرخ بشه، چون من اینو داخل برنجم دم نمیذارم، چون باز هر چقدر که ما خیلی خوب اینو سرخ کرده باشیم باز وقتی که دم گذاشته میشه، ببینید ما 2 تا ذائقه داریم، یه سری هستن که خیلی خوشغذان هر چی هم بوی چربی بده بوی زخم بده دوست دارن، هیچ اشکالی هم نمیگیرن، ولی یه سری ذائقه حساسی هستن. برای اون ذائقه حساس وقتی دم میکشه این مخصوصا یه گوشت گوسفند باشه یه بوی چربی باز ته ته این گوشت هستش، اون لذیذی گوشت کاملا گرفته میشه. من گوشتم وقتی که به این حالت کوفته ریز درآوردم موقع سرو کردن، یعنی موقعی که میخوام توی دیس بکشم، اون موقع لابلای برنج هم میریزم و فوق العاده وقتی که میخورید قشنگ این برشتگی عطر کباب و گوشت زیر دندونتون میاد و خیلی خوشمزه میشه. با مرغ هم میشه درست کرد، حالا من اینجا با این انتخاب کردم درست کردم حالا گوشت، ولی میتونید با مرغ هم راحت زعفرونیش بکنید تا سرخش کنید به همون ترتیبی که گفتم. جانم شما الان این روغنی که میمونه گفتین که دیگه این همون روغنی که ما میخوایم بله. برنج بدیم بله بله. اما برنج ما بوی گوشت نمیگیره؟ نه 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 اصلا. ببینید چرا پس اینو لابلای اون میریزن که عطر اون
اون گوشت لابلاش عطرش در بیاد بیرون. خود روغنش که اون آب این سرخ شده هستش، اون آبش هم الان ببینید تبخیر میشه، الان خودش شروع میکنه به آب انداختن و تبخیر میشه. اون روغنی که شما میندازی عطر اون گوشت رو بهش میده، برنجمون اون عطر گوشت رو میگیره ولی نبوی چربیشو، عطرش رو میگیره، چربیش هم داره. بعد موقعی که دیگه میخوایم گوشتمون دیگه خیلی لذیذه، اصلا بوی چربی نمیگیره. خب پس اینو هم مرتب هم میشه. بله، حالا برای مربا ببینید، من آلبالوها رو با معمولا من با هستگیر نمیگیرم، چون هستگیر دو تا سوراخ ایجاد میکنه و وقتی که اگه دقت بکنید داخل اینا اگه بلند اینا من بردارم، کاملا این مربا این آلبالوها انگار که تازه، یعنی اصلا هسته داخلش هست، پخته شده، له نشده. چجوری درست کردی؟ بله، من اینا رو با خود ناخونم که مثل زمانای قدیم که آروم داخلش رو در میارم، آروم اینا رو کاملا هستهاش رو جدا کردم. از این هستگیرها استفاده نکردی؟ من نمی کنم. بله، میگم که دو تا شربت از داخلش در میاد و بعد از هر قسمتی ممکن اینو پاره بکنه. حالا زیاد خیلی ها شاید کار شما زیاد. بله، حالا شاید خیلی هم دقت به این چیزا نکنم، ولی خب حالا من روشم اینه. آلبالو رو ببینید، دو مدل آلبالو داره، میزان شکرش با هم فرق میکنه. یه زمانی که آلبالو تازه میاد و نوبر هستش، آلبالو کاملا ترشه و فوق العاده خوش رنگه و مناسب برای درست کردن مربا و ترشیش. الان آلبالوها همه رسیدن، آلبالوهایی که رسیده باشن رنگشون دیگه اون رنگ آلبالوی خیلی خوش رنگ نیست، یک کم به زرشکی میزنه و وقتی هم که میخوای هستش رو جدا کنی یک کم حالت ترک خورده داره. و حتما این هم دقت بکنی آلبالوی هوایی که درشت هستش از آلبالوی پیوندی استفاده نکنی، چون آلبالوی پیوندی نه آب داره و نه رنگ داره و وقتی که درست میکنی به دردسر میخوری یا به مشکل برمیخوری. پس الان اگه فاز آلبالوی من ترش باشه و موقع نوبرش باشه، به ازای هر 1 کیلو آلبالو ما 1.5 کیلو شکر لازم داریم و به ازای اگه شیرین بود الان میخواید درست بکنید برابر میریزیم، یعنی 1 کیلو آلبالو داریم 1 کیلو هم شکر بهش اضافه میکنیم. حسار که گرفتیم شکر رو لابلا میریزیم، حتما ظرفتون لعابی باشه. اگه 10 کیلو هم میخواید مربا بپزید، 1 کیلو 1 کیلو، نهایت 2 کیلو. چرا؟ چون من نه توی مربا هم آب لیمو میریزم، نه هیچ چیزی اضافه نمیکنم و شکرک هم نمیزنه، خیلی راحت میمونه و خیلی نه خیلی سفته نه خیلی شله، نه کپک میکنه نه شکرک میزنه. حالا چطور این رنگش از بین نمیره؟ ما وقتی که مربا درست میکنیم میذاریم روی گاز و میریم دنبال کار، یا سر میره یا حالا رنگش خیلی میجوشه و تیره میشه. یه زمان درستی ما نداریم، شاید خیلی هنوز تجربه مربا درست کردن نداشته باشن. اینو من حدود 7-8 ساعت گذاشتم داخل یخچال، درش هم بستم که عطر اون عطر مواد غذایی داخلش نره. اینو میذارم روی حرارت تند. خب بهتره که ظرفم لعابی باشه، ظرفم انقدر گنجایش داشته باشه که من مرتب مجبور نشم همین وقتی که میاد کف میکنه کمش بکنم از ترس اینکه سر بره. باید حتما این ظرفم بزرگتر، یعنی دو برابر اون حجم اون آلبالو باشه. میذاریم روی حرارت تند، قرارش میدیم، گاه گداری همش میذاریم، شروع میکنه این به آب انداختن که آب یک کم انداخته، یک کم که اون شکرایی که تهنشی شده اون با حرکت دادن ما باعث میشه که این سریعتر آب بشه. وقتی که آب شد، از زمانی که شروع میکنه به جوش اومدن، در این زمان ها رو اگه دقت بکنید دیگه دلشوره استرس حال خوب میشه یا نه؟ شعلش هم بگین، اول شعلش زیاد باشه کم باشه؟ اول شعله زیاده. اصلا یک نواخت بس باشه، متوسط رو به بالا باشه، یعنی تند باشه، متناسب با خود قابلمه. خب پس دیگه کمش نمیکنه، اول زیاد بعد کم؟ حرارت اگه کم کنی از جوش میفته، دوباره وقتی جوش میاد این کم و زیاد کردن باعث میشه رنگ آلبالوی شما تیره بشه. وقتی که این مربا رو داشتیم روی گاز، از زمانی که جوش اومد، چون جنس قابلمه فرق می‌کنه، من زمان جوش اومدن دیگه محاسبه نمی‌کنم، از زمانی که جوش اومد ساعت می‌گیرم، 10 دقیقه می‌ذاریم بجوشه. وقتی که 10 دقیقه جوشی، آلبالوها رو با یک کفگیری که سوراخ داره اینا رو از توی این شهدش جدا می‌کنی. خانم من آلبالو پلم به کجا رسید؟ از تا اینجا گفتیم که آلبالوها رو شکر ریختیم لابلا گذاشتیم روی گاز و اولش گفتیم تا جوش بیاد. جوش که ما زمان میگیریم، 10 دقیقه بعد به این شکل آلبالوها رو از توش جمع میاریم، میبینی حالت جمع شده پیدا کرد. دوباره 10 دقیقه دیگه میذاریم آب خالی جوش، یعنی شربت خالی بجوشه. وقتی که 10 دقیقه دیگه جوشید، دوباره این آلبالوهایی که جدا کرده بودیم رو بهش اضافه میکنیم.
اون حالت چروکیدگی که داده بود سریب چون شربت قوام اومده تو 10 دقیقه چوشیده دوباره زنده میشه و دوباره شبیه همون آلبالوهای درسته میشه. به مدت 1 دقیقه هم که چوشید یه خاموشش میکنه. خب یه خبر خوب بهتون بدم، بهمون 9 دقیقه وقت داره. خدا روش. خبر خوبه؟ عالی. خیلی خوب. چون خیلی نکته داره. آره بعد نکته ها رو بگیم دیگه. ببینید الان این الان زیرش روشنه؟ بله. من خاموش کرده بودم که تا اینجا نشون بدم. وقتی که حرکت دادم ببینید هیچی نه چسبید نه تیکه شد نه از بین رفتش. تو اون آبی که از خودش متساعد شد حرارتم کم کردم دیگه با قاشق میتونستم راحت اینو هم بزنم زیر و رو کنم، حرارت که کم باشه کاملا این هم پخته بشه هم سرخ بشه. بله. بعد طریق دم گذاشتنش هم به این شکله، هم میتونیم ما لابلا اینو بریزیم ولی چون شهد همیشه تهنشی میشه و میره ته قابلمه میسوزه ته دیگه ما، بهتره که و وقتی هم که دم میشه این حالت قرمز رنگش از بین میره، حالت زرشکی میشه، بهتره که همه اون شربت رو داخلش نریزیم. زیرش فقط الان روغن ریختین؟ بله، یه دو سه قاشق روغن ریختم. حالا میتونن سیب زمینی استفاده کنن، نون استفاده کنن. پس آب روغن نمیدن؟ نه من آب روغن نمیریزم. نه به این شکل گفتیم اگه 100 کیلو هم تازه برنج داشته باشن کفگیر به کفگیر آبکش و شرشر اینجوری نمیریزن که نصفش آبش داخلش میره. همیشه دو تا کفگیر اگه میریختن اینو یکم بیشتر بریزن، یعنی یه خورده برنج بیاد بالاتر و شروع کنن به شهد ریختن. ببینید من شهدشو نمیریزم، ببین خود دونه های آلبالو رو در حد مثلا یکی دو قاشق بهش اضافه میکنم، اونم وسط برنجم قرار میدم بهش، همین در همین حد. فقط اینم به خاطر اینکه مزه بگیره. دوباره از زعفرونی که داشتم یکم روش می‌ریزم. هم میتونستم اینجوری برنج رو کاملا زعفرونی کنم، همه برنجم زرد باشه و خیلی عطر خوبی میگیره. خانم عطر خوبی میگیره ولی خب اون زعفرونم ببینید خانم همیشه عزیز خیلی نکته خوبی گفتید. اگه اونجور که من میگم دم بکنید چون میزانش خیلی زیاد میشه، یک قطره هم از اون بریزید، اون نشاطی که داره و اون خاصیتی که داره و اون خواصی که داره خیلی بیشتر میارزه تا اون حالا چه. ولی خب ما معمولا چون درست استفاده نمی کنیم یا خیلی آب میبندیم رنگ خودشو از دست میده، همیشه از زعفرون گریزان هستیم که زود تموم میشه. ولی ببینید شما میتونید برای چند بار اینو استفاده بکنید، انگار یه مسخال شما دو مسخال بهتون زعفرون میده اگه تو فریزر بذارید. و خب میگن با یخ دم گندم بکنیم، با یخ در واقع رنگ بدیم، درسته؟ درسته، چرا سرما عالیه برای رنگ پذیریش، ولی چون تجسم هر کسی از یخ قالبه یخ یه چیزی هستش و ممکنه که این یخ که شما دارید میریزید خیلی زیاد باشه، بزرگ باشه، بعد دیگه باز حالت آبکی پیدا میکنه و با اون نتیجه که میخواید نداره. گفتم بهترین حالتش اینه که 5 دقیقه دم بذاریم، بعد از اینکه دم گذاشتیم بعداً اونو به اون شکل درستش بکنیم. ببینید اینا رو ریختیم، ببینید آلبالوها کاملا خوش رنگ و درسته هستش، خیلی هم آب نداره. آبش اصلا نمیریزیم. اونا که شربت میخوان ببینید به این شکل. الان چون آب روغنی که فرمودید خواهش میکنم ببین از دور ظرفمون فقط نصف لیوان آب میریزم میذارم توش، روغن نمیریزم داخلش. اگه خواستم روغن رو بریزم، حالا همین روغنی که الان هستش، ببینید حدود یکی یا دو قاشق روغن هستش، همین روغن رو میتونم آروم توی قسمت هایی از این آب نمیخواد؟ گفتم نصف لیوان از دور ظرف هم میریزم، خواهش میکنم. بعد اینو درش رو میبندیم، میزن روی حرارت متوسط. وقتی که این بخار افتاد از اون زمان به بعد یک روبه دیگه آماده است برنج ما. این ساعت ها دم گذاشتن اون رنگ اون باقالی پلو رنگ آلبالو پلو هم خاصیتش رو از دست میده، هم نشاستش قد نمیشه و هم به خاطر همینه که اکثرا چاق کننده شده هم پاستا هم برنج، به خاطر اینکه ساعت ها ما به خاطر اون تدیه قرمز اونو دم میذاریم. بعد خود اون تدیه چقدر هم اولین چیزیه که سر سفره تموم میشه، هیچ اشکالی نداره. ببینید اگه زمان بندی درست باشه اون تدیگه هم همون حالت سرخو میگیره. تازه ما برنج رو که کشیدیم میتونیم در ظرف و قابلمه‌مون رو بذاریم تا اونو سروش میکنن، تدیگه هم توی چند ثانیه دیگه بمونه روش آماده میشه. بسیار به این خانم امروز دیگه وقت دادن بهتون دیگه. ببینید برنج رو که آماده شد، خب ببین من همه مربا رو شهدش رو نریختم،
برنج رو کفگیر به کفگیر میکشیم، یه دو سه کفگیر که توی دیس کشیدیم از این کوفته هایی که آماده شده یه لاش میریزیم، دوباره از همین شربتی که میشه فقط روش بریزیم، بعد حتما لابلا باشه گوشتش. خب رو که باشه دیگه، اونایی که میان اول میخورن دیگه اون بعدی هیچ نمیدسه، بهتره که به همه تقسیم بشه بین همه، حالا لابلا ریخته بشه که همه بتونن استفاده بکنن. ولی چرا نمیشه، خیلی قالب میذارم مدل مختلف، تزیینش هم با خلال پسته و بادامه، خلال پسته، خلال بادوم، بله، پودر پسته، هر چیزی که خودشون دوست دارن میتونن استفاده کنن و با سبزی خوردن فوق العاده خوشمزه میشه. قبول. آلبال پلو و بله، آلبال پلو. این گلایی که اینجا میبینید با گوجه فرنگی، خیاره، اینا سبزی خوردنه. بله. اون گلایی که اونجا باز میبینید اونها باز گلایی که با خیاری که حلقه حلقه کردن، این که الان آقای پاشایی دارن بله. زوم کردنشون میدن. بله. چیه؟ اونا همون خیاری هستش که گل رز درست کردم، حلقه حلقه کردم. اینا رو آقای پاشایی نشون بدین. بله، اون ژله ها ببینید چقدر اینا قشنگه. حالت گوگ هستش که داخلش از آلبالو استفاده کردم. بعد اینم که ترشی آلبالوی ما هستش که استفاده کردیم. اینم کاسه‌ای بود که الان اینجا از گرما دیگه شکستش. آلبال پلو من جو الان با کرپ تزیینش کردم چون سمخیت باهاش داره، یه حالت گل میخک رو درست کردم و کنارش گذاشتم. این برنج ساده هست، اون برنجی که کاملا با زعفرون دم کشیده و آماده هستش. یه سوال دیگه، چرا شما اینقدر با سلیقه؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. یعنی من فکر کنم آدم باید برای هر زمینه عاشق باشه که بتونه میزهای اینجوری بچینه و با جون و دل کار کنه. متشکرم که آمدین. آخر هفته خوبی داشته باشید. شما هم همینطور.